آفتابه نشانی فرهنگ و تمدن ملت ایران، چیزی که خیلی ها فکر میکنن که باید خجالت بکشن راجبش حرف بزنن. متاسفانه ما ایرانی ها هر آن چیز خوبی که داریم رها میکنیم و غرق تفکرات کشورهای دیگه میشیم. متاسفانه ما ایرانی ها عادت کردیم که چیزای خوبمون رو از دست بدیم، چیزای خوبمون رو بهش فکر نکنیم و مرغ همسایه برامون غازی بزرگ 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 و بزرگتر است. آفتابه، اگر آفتابه رو از فرهنگ لغات ایران حذف کنیم، شاید میشه گفتش که 50% نوع تفکر ما از بین میرود. ایرانی ها تنها کشوری بودند که روزی 4 بار دست و صورتشون رو میشستن. این 4 بار با همین آفتابه، حالا اسمای دیگه هم داره، لولهنگ هم بهش میگن. این لولهنگ یا لولهنگ بعضیا میگن، این همون آفتابه قدیمی که توش آب میریختن استفاده میکردن و میشستن. خدایی فکر کنید 7 میلیارد جمعیت داریم، 6.5 میلیارد، 6 میلیارد حدوداً، حالا مثلا 5 میلیارد و نیم، اینا خودشونا دینگلو نمیکنن میان تو خیابون. فکر کن شما واقعا مثلا با دختره رو میخوای ماچ کنی مثلا تو خیابون، بذار فکر کن یارو مثلا وقتی به قیافش نگاه میکنم بعد میفهمم دینگلو بلو نکرده، از این قلبم میریزه به هم مثلا سیستم. حالا من بعدا دینگلو بلو توضیح میدم. آره نه خیلی دیگه، تو حساب کن همون پسر و دختره که دل رو برو هم دیگه میگن آی لوف یو، دینگلو بلو نکرده. ببین اون وقت ما چند هزار سال این کارو بلدیم انجام بدیم. جالبه که حالا بعد میگه خجالت هم بکشیم، وقت بعضی دست ها پیدا میشن که آفتابه رو میچسبونن به اسلام. هیچ ارتباطی هم نداره. 5000 سال مینیمم آفتابه داریم و 5000 سال پیش که مردم متعلم، میخوام بگم آفتابه اصلا علی زندی فرق بین متبهش و متمدنه. یعنی شما باید خیلی شعور پیدا کنی 5000 سال پیش که بفهمی حالا باید علاوه بر این که نظافت